بچه ها سلام. تا حالا شده کاری کنید که از بد و خوب اون بی اطلاع باشید؟ و اگر متوجه شدید کاری که انجام دادید درست نبوده، آیا سعی کردید با عمل بهتر کار نادرست خودتون رو جبران کنید؟ خداوند در کتاب مقدس میگه اگر کسی از کار نادرست خودش پشیمون بشه و کار اشتباه خودشو به او بگه، خداوند اونو میبخشه و به او قدرت میده که اشتباه خودش رو جبران کنه. درباره کار اشتباه صحبت کردیم و این درست کاریه که امروز یه نفر تو بیشه سبز انجام میده. واقعاً کم پیدا میشن کسایی مثل بوبی که این همه مسافرت رفته باشند و اینقدر تجربه به دست آورده باشند. مگه نشنیدی میگن سفر انسان را پر تجربه میسازد؟ درسته، بوبی خیلی با تجربه و جهان دیده است. همین قصه زندگیش خودش یک کتابه. بامبولی کتاب خوردن میکنه. بامبولی جون، کتابو باید خون، نباید خورد. با کتاب خوندن میتونیم خیلی چیزا یاد بگیریم. مثل همین بوبی که خیلی میدونه. منو بگو که اول که دیدمش از ترس قش کردم. فا، آخه چرا؟ بوبی که خیلی خوبه. ترس ترسه، خوب و بد سرش نمیشه. اما خودمونیم آخیتی، این یه حرف رو درست گفتی. باهوش، من همه حرفام درسته، نمیدونی؟ بدون بامبولی خرگوش دوست داشته میکنه. بامبولی جون، خیسی گفت باهوش نه خرگوش. راستی بچه ها، امروز برنامه تون چیه؟ کار من که معلومه، باید امروز به بامبولی برسم. آخه امروز نوبت منه. بابولی آخجور کردم میکنه. تو چی خیسی؟ تو میخوای چی کار کنی؟ هیچی، منم رادیو خوکی رو میبرم لب آب و یه صفایی باش میکنم. چی چی؟ نفهمیدم. رادیوی من؟ اصلا و ابدا حرفشم نزن. حرفشو نزن چیه خسیس؟ خب چی میشه یه روزم این رادیو قرازه تو پیش من باشه؟ وا، تو به این رادیو میگی قرازه؟ اوردی جون، این آقا فهم و کمالاتش در همین حده. هنوز یاد نگرفته آدم درباره هدیه‌ای که یه نفر برای دیگری میاره با این لحن نباید حرف بزنه. نمیخواد زبون بریزی بلبل. شروع نکنیدا خوکی، حالا که خیسی دلش میخواد این رادیو رو یه روز داشته باشه، خب بهش قرض بده. بی خیال شوردی جون، خیلی زبون خوشی داره، حالا دستخوشم میخواد. اردی، نمیخواد منتش رو بکشی، انگار تحفه گیر آورده. راستش این رادیو اگر همش در و گوهر باشه و اونو با قاب طلا بگیرن و یه من ماهی و یه کیلو عسل هم کنارش بذارن و بخوام به من بدن، ازش نمیگیرم که نمیگیرم. واسه با هم بریم، نمیخواد وسط دعوا نخ تعیین کنی. اول ببین کی میخواد اونو به تو بده، بعد قاب طلا و جواهر و ماهی و عسل براش دست و پا کن. بارو بابا، انگار نوبرش آورده یا رادیو قحطیه. خودم خوب میدونم چرا این حرفا رو میزنی حسود، برای اینکه این اردی جونم فقط برای منه ورده. فوتینا، خودم میتونم 100 تا بهتراشو داشته باشم. قپینایا قپینایا، از کجا؟ فکر کردی تو هم مثل من یه دوست مثل اردی داری که برات رادیو بیاره؟ یه نکنه خیال کردی میتونی خودت لنگشو بسازی؟ ای وای، عجب کاری کردم.
اگه میدونستم این رادیو اینقدر باعث اختلاف شما میشه، یا نمی آوردم یا حداقل دوتا می آوردم که خیسی هم رادیو خودشو داشته باشه. نه اردی جون، موضوع یکی و دوتا نیست. من از دست این خسیس دلخورم که ادعا داره دوستمه، نه اینکه از تو انتظار داشته باشم چیزی بر من بیاری. ببین، دوستی به جای خود، ولی من دوست ندارم رادیویی که اردی برام آورده رو بدم به تو. نمیخواد از هم دلخور باشید. قوکی تو برو به بامبولی برس، من میخوام یک کم با خیسی حرف بزنم. باشه میرم، ولی رادیومو بهش ندیا. خب برو. ولش کن خیسی. خیر، انگار این رشته سر دراز داره، چون نه خیسی و نه قوکی به هیچ وجه حاضر نیستن کتابیا. حالا شاید اردی بتونه یه طوری این وسط میونجی بشه. خب تو فاصله که اردی با خیسی حرف میزنه، منم یه سری به بوبی بزنم و یه حالی از اون بپرسم. شرکلتون پیدا شد؟ نشد من در این بطری شرکه یا شکنجبین رو باش کنم اینا شر نرشه. سلام بوبی جون، روزت بخیر. داری با کی حرف میزنی؟ شلب خلی فروش، این جنبورا کلافه شده. اینجا که زنبوری نمیبینم. پیش پای شما رفتن، ببینید چه درد شرعی دارم. بوبی تو که اهل گله نبودی. آخه من تم میخوام یه کاری رو شروع کنم، این جنبورا پیداشون میشن و با وز و وزشون سرم میبرن. آخه کاریشون نمیشه کرد، این موقع سال همه جا هستن. رادیوم سر جاش نیست، به نظرم کار اونه. خیلی خوب، آروم باش ببینم چی کار اونه. رادیومو برداشته، مگه دستم بهش نرسه؟ به کی؟ اون خانه والا. خیسی رو میگی؟ آره خودشو میگم. تو مطمئنی کار خیسیه؟ اگه واقعا کارم باشه باید یکی بهش یه درچه حسابی بده. برو بوبی با خیسی حرف بزن، شاید اشتباهی شده. بوبی جون، درس دادن شما به جای خود، رادیوی من بیچاره این وسط چی میشه آخه؟ نگران نشو، بذار اول معلوم شه کار کیه. بیا خوکی، اینم رادیوت، اون از خیسی پس گرفتم. بچه ها راستی میبینید چه ماجراهایی داره پیش میاد. خب چطوره یه سر به بوبی بزنیم ببینیم چی میخواد به خیسی بگه. به این کارت عبرو بردی. چجوری به تو بگم بوبی جون؟ آخه من که این کار از قصد نکردم. تو رجه قوچی رو برداشتی و رفتی، بعد میگی از قصد نکردی. اگه خودشونو به زبون خوش به من میداد که من این کارو نمی کردم، باور کن خودش تقصیر داشت. رش میگن بده کاره که رو بدی طلب کارم میشه. کار بده تو کردی، تقصیرکار قوشی بیچاره شده. حرف طلب کار و بده کار نیست،
من اون رادیو رو ازش یه مدتی قرض خواستم که با اوقات تلخی اونو به هم نداد. منم دیدم یه گوشه بیکار افتاده، گفتم حالا که قوچی نیست که از این رادیو استفاده کنه من این کارو بکنم. البته منم قبول دارم که بهتر بود رادیو رو به تو قرض میداد، چون تقسیم کردن اون چی که داریم با دوستامون کار خوبیه و نشانه بخشندگیه. ولی یادت باشه اون رادیو رو اردی تازه براش آورده بود و براش تازگی داشت و خودش میخواست از اون استفاده کنه. گذشته از این، مگه هرچی مال هر کس یه گوشه افتاده باشه باید تو برداری و از اون استفاده کنی؟ اگه یکم شب میکردی چند وقت که میگذشت راحت میتونستی اون ازش قرض بگیری. حرفات درسته، فکر کنم کارم بد بوده، خودم هم از اشتباهی که کردم پشیمونم، ولی حالا که رادیوشو پس دادم و دیگه شما لطفاً قال قضیه رو بکنید و تمومش کنید. نه خیر، تو پش ندادی، اون اردی از تو پش گره. بالاخره که گرفت، فرقش چیه؟ بله، بالاخره گرفت، ولی اون کجا که تو خودت اونو بهش میدادی، اون کجا که اردی اونو از تو بگیره و به قوچی بده. حالا میگی من باید چی کار کنم؟ این شد یه سوال خوب. حالا که قبول کردی اشتباه کردی، خودت هم باید یه جوری دل قوچی رو به دست بیاری. مثلا چه جوری؟ چه جوری نداره، خیلی شاده، میری و ازش معذرت میخواد. ولی آخه؟ آخه بی آخه، اگه قبول داری خطا کردی باید اشتباهتو جبران کنی و تنها راهش هم همینه که از قوچی پوزش بخوای. به نظر میاد خیسی از کار بدش واقعا پشیمون شده، چون پذیرفته بره از قوکی معذرت خواهی کنه. خب مراسم آشتی کنون همیشه دیدنیه، بریم ببینیم بین خیسی و قوکی چی پیش میاد. قوکی جون سلام و درود به روی تو. تو خوشی، سلامتی و خوبی تو؟ چجوری روت میشه تو سلام کنی دیگه به من، وقتی تو اون کارا رو کردی با من؟ نمیدونم چجوری میشه تو رو راضی کنم، بهتره میون ما بوبی رو من قاضی کنم. خیشی جون اومده پیش شما از بحر نیاش، خوبه کوته بکنی قهر رو نکنی دیگه ناش. میدونم رو آتشی دشت اون مثل کباب، ولی خیشی اومده که از تو معذرت بخوا. خیشی از کار بد سخت پشیمون شده است، چشم امید به بخشایش تو دورت و دشت. آخه میگن ز قدیم از بزرگان بخشش، تو فراموش بکن هرچی که بود یا هستش. بگی جون بیا جلو صورت خیشی رو ببوش،
اخم تو وا کن و چهره نکن سخت عبوس. آخه آخه بی آخه دیگه، دست روی دلم نذار، بگذر از هر چی شده، پاشو آهنگی بذار. جون تو سخت ملول و مچلم، تنگ گشته دل من واسه رفیق کچلم. دیگه هیچ وقت نکنم این کارا و این شوخیا، قول میدم سنگین و رنگین بمونم شبیه آقا بوبیا. حالا که قول داد قوکی جون، بیا روی خیشی رو ببوش. خدا رو شکر موضوع با خیر و خوشی تموم شد و قوکی هم خیسی رو بخشید. بچه ها یادتون باشه که بخشش کار بسیار خوبیه. با بخشیدن دوستانتون هم اونا رو خوشحال میکنید، هم خودتون رو و هم عیسی مسیح رو. ما هم دیگه کاری نداریم جز اینکه صبر کنیم و ببینیم دفعه آینده چه ماجرای تازه‌ای در انتظار بچه‌های بیشه سبزه. پس تا دفعه آینده خدا نگهدار.